تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام صبح روز دوشنبه میزبان دکتر انور حمید الخفاجی نماینده و سخنگوی اداره بهداشت شهر مقدس کربلا بود. جزئیات بیشتر در این باره را با هم ببینیم و بشنویم. دکتر انور حمید الخفاجی نماینده و سخنگوی اداره بهداشت شهر مقدس کربلا با حضور در برنامه سلام کربلا، برنامه صبحگاهی تلویزیون فارسی امام حسین علیه السلام اظهار داشت. اداره بهداشت شهر مقدس کربلا برنامه های ویژه ای را برای زیارت اربعین در نظر گرفته که از هفتم صفر عملیاتی شده و تا خروج آخرین زائر ادامه خواهد داشت. در این برنامه ها همه جوانب پزشکی و بهداشتی با توجه به تعداد کثیر زائران لحاظ شده و امیدواریم که بتوانیم خدمات خود را به بهترین نحو ممکن به زائران ارائه دهیم. دکتر انور حمید الخفاجی در تشریح برنامه های اداره بهداشت شهر مقدس کربلا اظهار داشت. این برنامه ها شامل استقرار 800 آمبولانس در جای جای مرکز شهر کربلا و ورودی های شهر است که هر کدام از این آمبولانس ها مجهز به دارو و وسایل درمانی اورژانسی است. عملیات احیا را انجام می دهند تا فرصت انتقال به بیمارستان های دولتی موجود در کربلا وجود داشته باشد. نماینده و سخنگوی اداره بهداشت شهر مقدس کربلا در ادامه افزود: دو بیمارستان دولتی در کربلا وجود دارد و علاوه بر آن 5 بیمارستان خصوصی نیز ما را در این زمینه کمک می کنند و افزون بر این موارد بیش از 22 درمانگاه تحت نظر اداره بهداشت کربلا نیز در نظر گرفته شده و در مجموع 130 درمانگاه در تمامی مسیر مشایعی اربعین برای پشتیبانی از این زیارت وجود دارد. وی همچنین تاکید کرد که علاوه بر اینها جمعیت هلال احمر کشورهای مختلف مثل هلال احمر ایران و سایر بخش‌های وزارت بهداشت و کادر درمان هشت شعبی و نیروهای ارتش و عتبات مقدسه نیز در این زمینه همگی به صورت یک دست و هماهنگ برای خدمت به زائران همکاری می‌کنند. دکتر انور حمید الخفاجی تصریح کرد که 130 درمانگاه یاد شده در داخل شهر و در مسیرهای منتهی به کربلا من جمله کربلا بغداد، کربلا بابل و کربلا نجف توزیع و به صورت 24 ساعته خدمات پزشکی را به زائران ارائه می دهند. نماینده و سخنگوی اداره بهداشت شهر مقدس کربلا یکی از مهمترین خطرهایی که ممکن است زائران را تهدید کند همزمانی زیارت اربعین با ایام تابستان و گرمای بسیار بالای هوا را ذکر کرد و گفت گرمازدگی و آفتاب سوختگی از جمله مواردی است که ممکن است زائران با آن روبرو شوند. از این رو دائما به زائران توصیه می شود که از پیاده روی در طول روز و زیر نور مستقیم آفتاب از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر پرهیز کنند، چرا که در این ساعات اشعه خورشید بسیار قوی و سلامت آنان را به مخاطره می اندازد. وی همچنین تصریح کرد که تمامی درمانگاه ها و بخش های اورژانس برای رویارویی با بیماری های مزمن و مشکلات افراد مسن و ارائه خدمات به آنان آمادگی دارند. دکتر انور حمید الخفاجی ضمن تاکید بر مراعات پزشکی و بهداشت شخصی به عنوان مسئله‌ای بسیار مهم گفت همواره به اصحاب مواکب توصیه می‌کنیم دائما دست‌های خود را با آب و صابون یا ماده‌های ضد عفونی کننده قبل از تهیه غذا بشویند تا از انتقال هر گونه بیماری‌های واگیردار و مسمومیت غذایی جلوگیری شود. همچنین از شهروندان و زائران درخواست داریم که دائما آب بنوشند و از آب‌هایی که بسته‌بندی شده استفاده کنند. سخنگو و نماینده اداره بهداشت شهر مقدس کربلا با اشاره به حضور گروه‌های بهداشتی در طول مسیر زائران به منظور کنترل آب و غذایی که زائران مصرف می‌کنند تأکید کرد که از غذای موکب‌ها نمونه برداری و به آزمایشگاه‌های ویژه ارسال می‌شود تا سلامت غذاها بررسی شود. وی از افرادی که مشکل تنفسی و بیماری واگیردار دارند درخواست نمود که حتما از ماسک استفاده نموده و هنگام عطسه و سرفه از دستمال کاغذی استفاده کنند
تا بیماری را به دیگران منتقل نکنند. دکتر انور حمیدالخفاجی ضمن توصیه مجدد به ضرورت پایبندی به راهنمایی ها و توصیه های پزشکی اظهار داشت این موارد در وبسایت اداره بهداشت کربلا موجود است و برای زیارت های میلیونی صفحه ویژه‌ای تحت عنوان زیارت های میلیونی اداره بهداشت کربلا طراحی شده که در آنجا راهنمایی های لازم جهت حفظ سلامت شخصی زائران بیان شده و در نهایت امید داریم که همه زائران با زیارتی مقبول به خانه و کاشانه خود بازگردند.